در شرکات گوناگون حضور ایشون بنده هم حال افتخار حضور داشتن و حتی یادم هست که در واشنگتن سالها پیش در پرس کلاب که یک سمینار بزرگ کنفرانس مطبوعاتی بود بنده خودم و ایشون سخنگو بودن و حقیقت باز کننده حقیقت این کنفرانس و سمینار بودم و در حال این بار این که از میکنم لذت داره میخوام مقایسه کنم این دیدار رو با شاهزاده چرا که آن چیزی که این دفعه احساس کردم از حرکت از انرژی و از نمیگم مثبت بودن ولی از امکاناتی که در حقیقت در اختیار ایشون شاید بیشتر قرار گرفته و در حال یک آمادگی بیشتری رو احساس کردم این است که سخن کوتاه میکنم با هم نگاه میکنیم به گفتگوی من و شاهزاده رضا پهلوی و بعد از اون خبرهای بسیار بسیار مهم و خوبی رو براتون خواهم داشت که با هم روش همه با هم شراکت خواهیم کرد. خواهش می‌کنم که دست بالا بگیرید. آمدم به پاریس به فرانسه درست مصادف با سفر بالا حضرت شاهزاده رضا پهلوی برای یک تحولات جدیدی که همه شاهدش بودیم و در حال بهشون درود میگم و مشکلاتی منو پذیرفتید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش شما در طی هفته گذشته آمدید به پاریس برای یک سفر شاید متفاوت تر از پیش چون یک انعکاس جهانی بیشتر واقعا داشت. با کانال‌های 3-5 LEC اگه شما نکنم LCI ببخشید و همینطور جرایدی مثل پاریماش، پاریزیان و پیگارو صحبت میشید. یک جا اشاره فرمودید که اگر دیر به جنبید در ارتباط با اتم به خصوص در حقیقت یه خیلی دیر شده. سوال من اینجاست که سوال همه اینجاست که آیا فقط جناب عالی و یا اینکه رهبران کشورها فقط مسئله اتم فکر میکنند که مسائل مثل حقوق بشر در حقیقت در کجای قرار خواهد گرفت؟ بسیار سوال بجایی میکنید. اتفاقا یکی از نکاتی که همیشه روش تاکید میکنم در تمام دیدارهایی که با مقامات و مسئولین سیاسی کشورهای مختلف من جمله فرض کنید پارلمان های این کشورها مثل پارلمان اروپایی متذکر میشم این هستش که انتظار مردم ایران تنها این نیست که جهانیان از دیدگاه خودشون به مسئله نگاه کنن که طبیعیست البته از دید منافع خودشون به قضا نگاه کنن ولی از دید ما مردم ایران مسئله اتم که در اصل یک بحث ثانوی است جای بسیار مهمتر و بحث محوری هستی مسئله نبود آزادی و حقوق بشر در ایران هست و انعکاس این که یا لااقل اینطور بگم اگر احساس بشه از جانب مردم ایران که تنها مسئله‌ای که در واقع شما صرفا اونه اما راجع به سایر مسائل به خصوص اون چیزی که از دید ما جنبه حیاتی داره مثل مسئله‌ای که اشاره کردید نبود آزادی و نقض حقوق بشر این ممکنه این احساس رو به مردم ایران بده که شما اصلا اهمیتی و هیچ نوع دلسوزی نسبت به وضعیت وخیم مردم ایران ندارید و تنها اکتفا کردید به یک موضوع. خوشبختانه به خصوص در این ایام اخیر در ماه‌های اخیر یک تفاوت فاحشی در برخورد بسیاری از ناظران، سیاستمداران، حتی روزنامه‌نگاران در ارتباط با ایران احساس می‌کنم. فکر میکنم که صدای مردم ایران امروز بسیار رساتر شده در سطح جهان. صدای خفه شده در داخل اما صدایی که به هر حال به خارج مخصوصه. صدای دانشجویان، صدای زنان، صدای کارگران، صدای اقوام، صدای تمام طبقات مختلف جامعه که هر کدوم به نوعی تحت لوای نظام دارن مشکلات زیادی رو طی میکنن. و بنابراین در پاسخ به سوالتون طبعا نباید صرفا به اون مسئله خاص مسئله بحران اتم در ایران تکیه کرد بلکه در کل داستان قضیه رو نگاه کرد. همینطور در این حال که بالا عزت این سوال شاید مهمی باشه شاید با توافقی که به هر حال از رهبران جهان هست که در گذشته تجربه خیلی جالبی نداشتیم به هر حال به خصوص در زمان پادشاه فقید ایران و به هر حال اون ناجوان مرزانی ها که در حقیقت این کار انجام شد
اینه که الان شما با توجه به اینکه به هر حال با رهبران بزرگ جهان در ارتباط هستید، آیا این تجربه های تلخی که در گذشته یک چنین عمل کردید داشت، یعنی اگر فرض کنیم که قولی بدن زعفران کمکی بخوان بکنن سر به زنگاه خواهد مسیر رو منحرف کنن به جایی که نباید، آیا میشه اطمینان داشت بابن؟ اصولا اتکا به هر نیروی خارج از نیروی خودی یک اشتباه محض خواهد بود. من از ابتدای کار تنها تکیه‌گاه این حرکت رو در توان و باور و خواسته ملت ایران خلاصه میکنم. ما این مبارزه رو برای رهایی کشورمون، برای برقرار کردن حکومت مردمی آزاد دموکراتی که تمام جنبه های حقوق بشر درش رعایت بشه و حقوق یکسان انسان ها و برابری کامل بین مردم و آزادی ادیان، آزادی عقیده، تمام اصولی که اساسا خواسته طبیعی بشر هست و خواسته مردم ایران هست براش مبارزه میکنیم، اساسا باید متکی به خودمون باشیم. حرفی که من به جهانیان میذارم این است که شما میتوانید با حمایت از این خواسته، با حمایت و پشتیبانی از آنچه که ملتی مثل ایران که امروز در بند هست و این بار اولی نیست در تاریخ جهان به کمک ممالک و ملت‌های تحت ستم به قول معروف می‌پردازند که در مورد ایران هم میتونه صادق باشه، فقط میتونه خزینه این مبارزه رو از دید مردم ایران کمتر بکنه، طول این مبارزه رو کوتاه‌تر بکنه. منتها هیچ اشتباه نکنیم، جهان ممکنه اکثر عملهای مختلفی نشون بده، اما خوشبختانه فکر میکنم که هر چقدر جهان بیشتر متوجه بنبست کاملی که این نظام به خاطر خصلتش، به خاطر اصلا ماهیتش ایجاد کرده و میبینن روز به روز بیشتر که در ایران مقاومتها به هر حال داره شکل میگیره، شاید به شکل واضحتری و ملموستری خواهند توانست یک پل ارتباطی رو نیز با اکثریت مردم ایران که اصلا در این نظام جایی ندارن و نمی‌بینن برای خودشون یک باب صحبت و دیالوگ و ارتباط رو برقرار کنن. در اصل این بهتون بگم یکی از دلایلی که من در این سفر و از طریق این کتاب در واقع دنیا رو متوجه خطرات عمده‌ای می‌کنم، اگر صرفاً جهان بخواد از یک دیدگاه یا دیپلماسی یا حمله نظامی به غزه نگاه کنن، من به دنیا میگم این وسط شما یه راه حل بسیار مشروع‌تر، معقول‌تر و کم هزینه‌تری رو دارید و آن هم سرمایه‌گذاری رو خود مردم ایران هست. امیدوارم که در این رابطه جهانیان گزینه‌ای رو که پیشنهاد میکنن انتخاب بکنن، چون هم به صلاح مردم اون مملکت هست هم در واقع به نفع خودش هست. البته مسئله اشاره فرمودید که سرمایه گذاری هم فرموده بیده قبلا در یک جزی مصاحبه با اعتمالا پریمار شده ایش کنه کنم سرمایه گذاری رو ملت ایران، من سوال قدیم رو این سوال در واقع سرمایه گذاری در دموکراسی همین اعتمال سوال اینجا بود که بخواستیم که اولا که این سرمایه گذاری چنو سرمایه گذاری به پاسخ خواهی سر بود، دوم این که اصولا این که پاریس و فرانسه انتخاب شده یا قبلا هم به نوعی مطرح بود برای مرکز فعالیت این نوع سیاست ها، اولا علت خاصی داره، دومی که آیا شما شخصا با قرار یک سری فرشتگان مبارزین به خصوص مقیم پاریس و فرانسه به خصوص در ارتباط مستقیم در درواز فعالیت های خاص هستید؟ ببین از نظر توقعشی طبیعی است که هر شدن به مملکت نزدیکتر بتونه باشه، عملا ارتباطات بیشتری داره. مسئله اروپا و اصلا حوزه‌ای که درش هستیم یک فکر میکنم در یک در واقع محیطی قرار گرفتیم که منافع مشترکی رو میشه تلقی کرد، خصوص از اینجا اروپای قضیه رو نگاه میکنم که عواقب تحولات منطقه خاورمیانه از هر چی بیشتر رو اونها اثر خواهد داشت. وقتی بحران اقتصادی جهان رو میبینیم، مسئله انرژی رو میبینیم، مسئله نفت و گاز رو میبینیم و در قبال روسیه تنها کشوری که همچین پتانسیلی رو میتونه از نظر اقتصاد جهانی و تامین انرژی جهانی بکنه، خب قطعا ایران چنین کشوری